بینندگان عزیز تلویزیون برابر، حسن حسام شاعر، نویسنده و از دست‌اندرکاران کانون نویسندگان ایران در تبعید رو پای خط اسکات با خودمون همراه داریم و میخواییم در مورد احکام ظالمانی که بیدادگاه های رژیم علیه دو شاعر و یک فیلمساز کشورمون صادر کرده با ایشون گفتگو کنیم و همچنین فعالیت هایی که دوستان کانون نویسندگان چه در داخل و چه در خارج در اعتراض به این مسئله انجام دادن. حسن حسام عزیز بگوش. با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، در این دو سه هفته گذشته اتفاقی افتاده که شاید می شود گفت در نوع خودش بی‌نظیره. خبر کوتاست و به احتمال زیاد بینندگان عزیز ما شنیدند که دو شاعر رو خانم فاطمه احتضاری و مهدی موسوی و همچنین یک فیلمبرداری رو به نام کیوان کریمی بیدادگاه جمهوری اسلامی به جرم شاعری و شعر گفتن محکوم کردن. اتهامشون این هستش که توهین کردن به مقامات و به رژیم و اینها و هر جمله خنده‌دارتر هم خود اون آقای موسوی شاعر که در گزارشی در فیسبوک آورده نوشته که ما را به جرم خنده‌دار دست دادن و روبوسی کردن هم جز جرایمش بوده و خانم احتضاری به 11.5 سال و 99 ضرب شلاق محکوم شده، آقای موسوی 6 سال با 99 ضرب شلاق و آقای کیوان کریمی به 6 سال و 223 ضرب شلاق محکوم شده است. به چه جور؟ به جرم شعر گفتن، چنان که خود این شاعران میگویند و همه اسناد تا این لحظه همین رو نشان میده، این اشعاری که اینها گفتن همه در کتابهاشون چاپ شده که بعضا در ایران منتشر شده و اینها اتهامشون رو با خواننده دیگری به نام آقای نجفی در خارج از کشور مطلقا انکار میکنن. اینا کم که انتقادی بوده. درست اتفاقی که افتاده بیان گویای دفاع از آزادی بدون حصر استثناء در ایرانه. کانون نویسندگان در ایران و کانون نویسندگان ایران در تبعید وظیفه خودشون میدونن، هویتشون دفاع از آزادی بدون حصر استثناء اندیشه و بیان و قلمه و بدیهیست که بدون هیچ قید و شرطی از حقوق شاعران جوان ما دفاع میکنی. این مسئله رو برده ایم از طریق دوستان ما در انجمن قلم ایران در پن جهانی که این روزها جلسه داشته است و 270 عضو داره و از کشورهای اونجا مختلف آمده، آنجا هم این اتفاق محکوم شده و نویسندگان پن جهانی خواهان آزادی بی قید و شرط این شاعران شده است. در کشوری که دو شاعر جوان تنها به جرم شعر گفتن که من اگر وقت نیست و لازمم نیست که مثلا چندین نمونه شعرش رو بخوانم که در نهایت این که انتقادهایی به این دستگاه و اون موقعیت و اون شرایط در جمهوری اسلامی هست به یک سطح بسیار معینی از مقاومت مدنی رو بیان میکنه، چنین جرم سنگینی گذاشتن که حیرت آوره. از جمله این عزیز موسوی که گزارش این بیدادگاه داده شعری هم زیرش آورده است، میگه که بالاخره تکلیف ما چیه در این جهنم، من دارم میگم جهنم، اونه گفته یا بغض در کنار خیابان یا گریه و فرار از ایران یا خودکشی که داخل زندان پایان دادگاه من این است. این جوان عمیق‌ترین پاسخ ممکنه را در مظلومانه‌ترین حالت بیان کرده است و این نشان می‌دهد پیش از هر چیز زمختی، انعطاف ناپذیری نظام جمهوری اسلامی را که به روشنی نه با توهین و فحش و اعتراض
میشان به روکنی گفت داعش دیگه نیست. داعشی است که قدرت رو مصادره کرده و جوانها رو در این سطح زیر منگنه قرار داده با قرار وسیقه های بسیار سنگین. همین دو نفر رو که 8 ماه ما زندان بودن قبلا این را آزاد کرده، ممنوع الخروج رو کرده، همون جلوی خروج رو گرفته و این حکم قاضی، قاضی بقیسه برداشت این حکم سنگین رو بیرانده. من فکر میکنم که این حکم به این محکومیت پیش از آن که محکومیت دو جوان بیگناهی باشه که به جرم شعر نوشتن و شعر گفتن این بار سنگین رو به دوش باید بکشن، پیش از همه در واقع حکم محکومیت آزادی فکر و اندیشه است در ساده ترین شکلش، در حد اقل ترین شکلش در ایران. یعنی حکومت جمهوری اسلامی آن دستگاه ایدئولوژیک ارتجاعی است که هیچ نوع ظرفیت فکر دگراندیش که هیچ منتقدین ساده خودش را نداره به پاسخ به چنین چیزی دار و زندان و درفش و جریمه و شلاله. شما نگاه بکنید از یک سو حسن روحانی و احمد ظریف کنار دستت بین المللی با جست باز شدن بیرون میان، در سطح داخلی با چنین خشونت سرخته غیر قابل تصور و بیزره اقراق از نو داعشیش با شهرمنداش بود رفتار میکنن. این تناقض این شخص یا اون شخص در حکومت اسلامی با زندگی عرفی نیست، این تناقض ساختار ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی است با دنیای مدرن، با دنیای امروز. یعنی اینکه اینها مربوط به قرنها و دورهای دیگر هست، اینها نابهنگام هست. این رژیم جمهوری اسلامی نابهنگامیش رو بیان میکنه. و من به عنوان یک شاعر و نویسنده و عنوان عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید وظیفه خودم میدانم و دعوت میکنم از همه همکارانم در همون شکلی که دوستان عزیز ما در انجمن جهانی قلم توانستند این بیداد را اونجا در کنار در روی میز دستور کار 270 نویسنده مترقی جهان در پنهای انجمنهای جهانی قلم بگذارند و بیانیه محکوم کردن این محکومیت صادر بشه، باید همه جا در اشکال مختلف در واقع روش فعالیت کرد. زندانی کردن فعالین مدنی، زندانی کردن شاعران و زندانی کردن کارگران، اعدام های آرام در زندان ها، البته هیچی پیش از هر چیز ترس و وحشت رژیم رو نشون میده از آگاهی مردم و بی‌ظرفیت مطلقشون نشون میده از ساده ترین سطح دگراندیشی. بنابراین این رژیم با این رفتار نشان میده که قادر نیست ابتدایی ترین داعیه های تو در مورد جوان ها، نیروهای ترقیخا، جامعه مدنی متحقق کنه و مقاومت مدنی در مقابل این رژیم پیکاری است که البته خوشبختانه ادامه داره که بیوقفه باید ادامه پیدا کنه و این رژیم رو نمیشود با استدلال ساکت کرد. این رژیم رو باید با اراده متحد، با تشکیلات به سازماندهی در عرصه های مختلف و حوزه های مختلف جنبش اجتماعی و مدنی به دانو در آورد با امید تحقق بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرندهی هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمی ماند. سالیان بسیار نمی بایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود چبنده. غیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود.
آه اگر آزادی سرودی میخواند، کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.